به یه اپیزود دیگه خوش اومدین. امیدوارم که روز خیلی خفنی رو سپری کرده باشین. ما به این نتیجه رسیدیم که این قایق یه قایق نرمال نیست و باید با یه نفری که بلده یاد بگیریم که چجوری باهاش رانندگی کنیم. برای همین از نیما خواستیم که بیاد بهمون آموزش بده که چه شکلی باهاش رانندگی کنیم و خیلی هم راضیم. یعنی با یه سرعتایی امروز رفتیم که دفعه قبل نمیتونستیم بریم. رفتیم یه سر به جزیره لارک زدیم، الان هم اومدیم اینجا جزیره هرمزه. پس برگردیم اول صبح ببینیم که چه شکلی شد ما رسیدیم به اینجا. ما امروز از بندر که راه افتادیم یه راست رفتیم جزیره لارک و این برخلاف چیزایی بود که دیروز گفتم، به خاطر اینکه تو آبای پر عمق بیشتر حرکت کنیم و محمد یاد بگیره، احتمالاً از دفعه بعد باید از ساحل این مسیر رو حرکت کنیم. یک کلاس خصوصی گذاشتیم برای محمد، داره آموزش میده. محمد الان داره پارک دو جوره تمرین میکنه. پارک کردن کنار ساحل شنی رو داره الان تمرین میکنه. موقعی که میخواییم بیاییم تو ساحل باید موتور رو بدیم بالا که پره هاش به شنا نخوره. اولین پارک دوبلتو زدی؟ هر موقع هم خواستی بیه بالا ببین ساحل شنه و شنی باشه سنگ. اینجا جزیره لارکه دیگه، فکر کنم جنوبی ترین جزیره سکنه دار ایرانه. باله نه؟ با نیما صحبت کردیم چون قایقای سرعتی طرز رانندگیشون فرق داره، با نیما صحبت کردیم که چند جلسه بیاد با محمد کار کنه. اومدیم تا کل مسیر تا لارک و خود محمد نشست، خیلی خوب بود. الان اینجا اولین نقطه ایه که از خشکی اصلی میرسیم به جزیره لارک که فانوس دریایی گذاشتن که قایقا که میان بفهمن کجای جزیره. البته الان دیگه جی پی اس اینا هستش، خیلی راحت برای زمان آنالوگ. محمد چطوری بود؟ چیز جدید چی یاد گرفتی؟ من داشت ترسم کلان دیگه. چیز جدیدی؟ یاد گرفتنی؟ چرا این زاب من فهمیدم نیما چجوری دوست داره میگه ناخدا نیستی بهم یعنی چی. این دوست داره که زاویه موتور بالا باشه تا یه جوری آب سر بخوره. میکردم با موتور بیاد، اول موتور بیاد خود که بره حده نکنه. فهمیدی؟ عقب قایق همیشه تو آب باید. آموزش رو فیلی داری؟ برو اولش بگید روازه رو قواسیش مالن. ما دیروز رفتیم وسایل قواسی بگیریم ولی ست پیدا نکردیم، رنگ و رنگ میشد برای همین نگرفتیم. نیما لطف کرده لوازمشو برده تستی بزنیم. چیزایی که برای فری دایو لازمه، یه دونه اسنورکله که تو دهن میذارن، یه دونه عینکه با اونایی که تو پا میکنن شبیه پای اردکه اسمش فینه. فینو مدلای مختلف داره، بلند داره و کوتاه. بلند برای عمیق رفتنه، پا میزنیم بری پایین، ولی یه خورده سخته هم کنترل کردنش، هم با حرفت خیلی حرفه‌ای باشه. ولی کوتاه‌ها برای عمقای کم مثلا 5 متر 10 متر اینا بخوای بری با پایه‌های کوتاه باشه. داری میری تو مثلا که کجا؟ داداش ما رو اینجا تنها نذاری بری. تنها الان این فینایی که پوشیدی کوتاه بود یا بلنده؟ کوتاه، اینا متوسط. اولش که داشت میرفت دیدین دنده عقب رفت که این پای فینه هی آب زیرش نره نتونه راه بره. دنده عقب باید بری راحت تر بری. چیزای اولیه یه فریدای با نیما بهم یاد داد. الان داریم میریم یه جایی که اسمش آکواریومه، محلی ها بهش میگن آکواریوم، ولی میگه که چون دیروز پیروز خیلی موج بوده و طوفان بوده آب یه خورده کدره،
شاید اونجوری شفاف که باید باشه. ناهارمونو فعلا بگیر. دیروز نیما یه قلابی خرید، تومهاش مصنوعیه، احتیاج دیگه به تومه نداره، فقط باید بندازیش تو آب، همین همزمان باید با قایق بری شکلی. آهنگ تتلو رو هم بذاری، ماهی ها میزنن زورک اینا. با سرعت کم که بری این رو سطح آب میمونه، ماهیه میاد میگیردش، بعد ما هم ماهیه رو میگیرم. این هم استاد نیما هستش با چهره ای بود با چهره ای نومنسی هست. دوباره نیما میخواد شهروندی کنه، ببینیم ماهی گیره اون یا میره. یعنی حرکت و آهنگ و بخونی و بری و ماهی بگیری، این یعنی شهروندی. نه نه توضیح ندادم راستی شهروندی رو بکنم. فکرم گفتی یعنی تو حرکت ماهی بگیریم، ولی آهنگ و ایناشو نگفتی، باید تو حال صفا باشه، باید در حال عشق و حال باشه، باید آهنگم پلی باشه، قلاور بگیری بکشی، اون ماهیه دیگه میاد، خودش ماهی خودش میاد، نهاره خودش میاد دنبال. خب بریم یه شهروندی کنیم بیاییم. آمد آقا شاگر شاعر میگه بزنم به تخته صفا هست؟ آمد آقا صفایی که نگه هم برای تو صفایی رو میکردن، این صفای خیلی نیو فیس جدیده. ماهی رو بگیریم چی کار کنیم؟ ماهی بگیره و سکته بگاه موتور آزاد کن، موتور آزاد خلاص. نه نه هم بزاره برش آقا ماهی رو گرفت. آزاد کن، آزاد کن موتور. آره موتور آزاد. کچیله کچیله نه 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 خیلی این بزرگش اینو میتونی تو این بزرگش خیلی خوشمزه است. میدونم آره سرخ سرخ محلی هم آره. اینو میشه برد آکواریوم چیز کرد؟ آره آزادش کرد، یعنی تو آکواریوم انداخت میمونه. آزادسازی رو انجام میده. آقا برو برو یه ماهی دیگه بزرگ بگیریم، یه ماهی گنده، یه بزرگ بگیریم دیگه. آزادسازی آزادسازی تعطیله. یه گنده بگیریم میشه نهار. بنداز بچا محمد آقا در چه حال اینجا؟ من دارم چون کلم دارم بیدم. یه دونه سرخوه دیگه گرفت، باید یه خورده بزرگ باشه تا بیاریمش بیرون، گناه داره کوچیک باشه. این هم میندازیم میریم خوبه؟ یه ذره دریاتا برو بعدی اگه کوچیک هم بود دو سه تا دیگه کوچیک میگیریم، نفر یکی دو تا کوچیک. اینه نه شهروندیه، خیلی شهروند میونه شهروندی. آقا میگم اینه این خانان جسی اونجا و لخدم گردی، یه ناخدا بازه، یه دونه فیلمبردار بازه. آره جسی اونجا ناره امروز چیه؟ بابا با. چی بزنه؟
درون غاره که الان آب پایینه نمیشه رفت داخل، باید آب بالاتر باشه که بشه رفت. اینجا بود؟ به به نمید آقا این سمت جزیره پر صخره است، کلی غار توشه. حالا بعداً میایم همه اینا رو یه چرخی میزنیم. اینا قایقای ماهیگیری هستند که وسط بین هرمز و بندر عباس تو رو میکشن ماهی میگیرن. سلام. ببین اینجا هم یه ساحل شد نگاه بندازیم. آقا این اسم اینجا ساحل چیه؟ ساحل چیه؟ آبشیرینکن هرمز. اونجا آبشیرینکن هرمزه، اینجا هم اسمش ساحل آبشیرینکن. اینجا کلا شنه، هر موقع بیایم میتونیم اینجا کمپ با عشق بکنیم. آقا ایدین یکی از کمپ سایت ها قرار اینجا باشه. کلی قراره چالش های خفن بذاریم توی این نقطه هایی که سیو داریم میکنیم. آقا ایدین او ولی شناش چیزا، شناش داغه، نمیشه رفت. آقا شنا داغه. خب دیگه اینم از برنامه امروزمون دیگه. ویدیوش فکر کنم خیلی طولانی بشه. اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین که توی این جزیره ها کلی قرار اشغال کنیم. یکی از کمپ سایت هامون هم بالاخره پیدا کردیم. اگر نظر خاصی راجع به این ویدیوها دارین حتما تو قسمت کامنت ها واسم بنویسین. تا قسمت بعدی خدافظ. یادتون نره که آرزوهاتون رو اگر در جهتش قدم بردارین حتما بهش میرسین. فعلا خدافظ.